اولین واکنش و جنجال رضا رشیدپور در خصوص انتخاب کابینه دکتر مسعود پزشکیان. همونجور که شاید در جریان باشید، از دور اول انتخابات و زمانی که افراد توسط شورای نگهبان انتخاب شدند و نامزدها به 6 نفر رسیدند، رضا رشیدپور در خصوص یک سری صحبت‌ها و واکنش‌هایی که کاندیدها در مناظراتشون نشون دادن صحبت‌هایی کرد و بالاخره به قول معروف به عنوان تحلیلگر در اسپیس ایکس و کلاب هاوس حضور پیدا کرد. مشخصا هم از روز اول حمایت خودشان نسبت به دکتر مسعود پزشکیان نشون داد و ما یادمون هست که در دور دوم مناظرات ریاست جمهوری رضا رشیدپور چه حمایت‌هایی را از مسعود پزشکیان به عمل آورد و طرفدار پر و پا قرص دکتر مسعود پزشکیان بود. اما با گذشت زمان و نزدیک شدنمون به 7 مرداد ماه و همچنین تعیین و انتخاب اعضای کابینه دولت 14 و دکتر مسعود پزشکیان، رضا رشیدپور در همین خصوص هم صحبت‌ها و نطقی رو آماده کرده بود که توی کلاب هاوس روایت کرد و به نظر می‌رسید واکنش جنجالی نسبت به اتفاقات و حواشی و مخصوصاً اتفاقاتی که در مجلس افتاد صحبت‌هایی رو انجام داد که توی این ویدیو قصد داریم بپردازیم به این صحبت‌ها و ببینیم رضا رشیدپور به عنوان یک تحلیلگر و مجری سابق صدا و سیما و تلویزیون چه صحبت‌هایی رو نسبت به انتخاب اعضای کابینه و همچنین رئیس جمهور شدن دکتر مسعود پزشکیان نشون داده. و همچنین که میدونید بعد از اینکه انتخابات تموم شد دکتر مسعود پزشکیان سخنرانی هایی رو انجام داد و در جاهای مختلف حضور پیدا کرد، در ستادها، هیئت‌ها و جاهای مختلف، که رضا رشیدپور در همین خصوص هم صحبت‌هایی داره که در ادامه واسهتون پخش می‌کنیم. وایس حدود تقریبا 4 دقیقه هست که خلاصه شده هست و چکیده ای از صحبت‌های رضا رشیدپور در اسپیس ایکس و توییتر سابق به عمل میاد و قصد داریم بپردازیم به همین صحبت‌ها و بعد برگردیم ما هم دیگه بشنویم صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان که همچون که می‌دونید در روزهای گذشته با حضورش در مجلس و سخنرانی‌هایی رو که انجام داده بود حسابی جنجال آفرین شده بود. در همین خصوص‌ها هم باعث شد که رضا رشیدپور دوباره برگرده و مشخصا معلوم نیست که آیا قرار رضا رشیدپور همچنان در همین قالب اسپیس ایکس و به صورت سخنرانی‌های نامنظم و در قالب یک تحلیلگر ببینیم یا اینکه قرار دوباره برگرده به صدا و سیما و مجریگری رو قبول کنه. توی این مدتی که گذشت و قبل از اینکه برسیم به صحبت‌هاش، نکته حاشیه‌ای که در خصوص رضا رشیدپور اتفاق افتاد کافه رستوران مشهوری بود که رضا رشیدپور در کیش برگزار کرده بود که میگفتن که قیمت‌های سرسام‌آور هست و با صحبت‌های خود رضا رشیدپور که میگفت پول خدمات و رسیدگی و حتی کارکنان و پرسنل خودش رو هم نداره زد و نقیز بود و با هم دیگه نمی‌خورد. اما جدا از این بحث‌ها برسیم به صحبت‌های مهمش در خصوص انتخاب کابینه دولت 14 و دکتر مسعود پزشکیان. عرض کردم به نظر من جزو انتخاب‌های بسیار حساس آقای دکتر پزشکیان یا کارگروه‌های ویژه میتونه باشه. نکته بعدیم در مورد سخنگوی دولت و مسئول ارتباطات رسانه‌ای دولت هست. در حوزه‌ای که ما دیپلماسی نرم و دیپلماسی عمومی رو سال‌هاست که در حوزه منطقه‌ای از دست دادیم و هژمونی رسانه‌ایمون رو حالا به اسباب مختلف و دلایل مختلفی که دوستان میدونن در داخل کشور از دست دادیم، تیم ارتباطات رسانه‌ای آقای رئیس جمهور و سخنگوی دولت به شدت میتوانند در مسیر تقویت دیپلماسی نرم، دیپلماسی عمومی موفق عمل بکنند یا اینکه نه، نگاهشون رو کماکان منقبض بر تریبون صدا و سیما، تریبون های مس مدیا و بزرگ نگه دارن و غفلت بکنند از تاثیرگذاری عظیمی که فضای رسانه های سوشال یا حتی رسانه های نوین دیجیتال فارغ از پلتفرم ها و سکوهای شناخته شده. به نظر من آقای رئیس جمهور در چیدمان سخنگوی دولت و تیم ارتباطات رسانه ای باید از جوانان نخبه ای که می توانند طرحی نو در اندازند
نه صرف هم برای افکار عمومی داخل کشور، بلکه برای منطقه دیپلماسی عمومی رو در نظر بگیرن که طبیعتاً سخنگوی محترم دولت و همینطور مسئول ارتباطات رسانه‌ای دولت به شدت میتونن فضا رو متحول بکنن. این چهار نکته یه که به ذهن ناقص من میرسه که بشنوم از کارشناسان مختلف که آیا نظرشون هست، آیا یه وزیر فرهنگ خوبمون نشه، یه وزیر گردشگری خوبمون نشه. در این حوزه ها فکر میکنم که اگر در لابلای بحث دوستان بشنوم حداقل من خوشحال میشم. سپاس. به تناسب در حوزه های مختلف رسانه‌ای مورد بحث قرار گرفته. من اجازه میخوام که سه تا نکته جدید به بحث اضافه بکنم و اگر دوستان تمایل داشتن در این حوزه همراهی بکنن تا از نکات کارشناسیشون استفاده بکنیم. فارغ از ماجرای روابط خارجی که الان دوست نازنینمون آقای ابراهیم مهر عزیز مطرح کردند، یا حوزه مسائل مربوط به زیرساخت‌های اقتصادی و غیره، من سه نکته رو در آینده نزدیک کشورمون بسیار حیاتی میدونم و اون هم ماجراهای مربوط به وزارت فرهنگ، وزارت گردشگری و وزارت راه هست. وزارت راه رو به این سبب عرض میکنم که زیرساخت‌های لازم برای حوزه گردشگری در اختیار وزارت راه، مسکن و شهرسازی است و وزارت فرهنگ رو از این بابت که یکی از بزرگترین اتفاقاتی که ما در چند سال گذشته تجربه کردیم و بارها در همین اتاق در موردش صحبت شده، گسست گفتمانی است که گسست گفتمانی هیچ راه حلی یا هیچ ابزاری جز ابزار فرهنگ برای ترمیم این ماجرا وجود نداره و فرهنگ کشورمون و هنر کشورمون نه در 3-4 سال مربوط به دولت 13، بلکه به جرأت میشه گفت در یک دهه گذشته یک رهاشدگی، یک وادادگی و یک نگاه عمیقا اقتصادی به حوزه فرهنگ و هنر در کشور ما دایر بوده. اینی که فرهنگ یا هنر رو از نگاه صنعت بهش توجه بشود در تمام دنیا تا حدودی بالاخره این مقوله وجود دارد، اما دیگری نیست. پست و مقام برای این نیست که ما به آن افتخار کنیم، برای این است که خدمتگزار مردم باشیم. فردای قیامت اگر بخواهیم پاسخگوی باشیم، باید حق و انصاف برای مردم عملی بشه. با مردم باید با عطوفت برخورد کرد. ما دعواها و هوای نفس داریم. دعوای جناح و دسته چیزی رو جلو نخواهد برد. در یکی از مهمترین اتفاقاتی که تقریبا 2-3 روز پیش افتاد، نامه‌ای بود که ولیعهد عربستان در خصوص پیروزی مسعود پزشکیان منتشر کرد و گفت که در جریان این گفتگو ولیعهد عربستان از تقویت روابط ایران و عربستان در بخش‌های مختلف ابراز خرسندی کرد و بر لزوم تقویت هرچه بیشتر روابط تاکید کرد. پزشکیان رئیس جمهور منتخب ایران نیز مراتب تشکر و قدردانیش از ولیعهد عربستان منتشر و اعلام کرد. در یکی از مهمترین اتفاقاتی که قراره 7 مرداد ماه بیفته، مراسم تنفیذ 14 هست و گفته شده که مراسم تنفیذ و اعطای حکم 14 دوره ریاست جمهوری ایران و آغاز به کار رسمی رئیس جمهور منتخب یک شنبه 7 مرداد ماه 1403 با حضور رهبر انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران در حسینیه امام خمینی برگزار خواهد شد. در مهمترین صحبت‌هایی هم که محمد جواد ظریف بهشون اشاره کرد و قبل از اینکه بپردازیم به صحبت‌ها و سخنرانی مهم و ویژه دیشب مسعود پزشکیان، به نظر میرسه که ظریف اینجوری بیان کرده که باید اعضای دولت 14 رو به شکلی انتخاب کنیم که بتونیم در برابر مردم از اون دفاع کنیم. قرار نیست ما به جای رئیس جمهور انتخاب کنیم. می‌خواهیم امید رو زنده نگه داریم. محمد جواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت 14 امروز در سخنرانی در محل سالن اجلاس سران گفت ما انتخاب نمی کنیم و انتخاب با شخص آقای رئیس جمهوره. طبق قانون رئیس جمهور است که باید این افراد رو انتخاب کنه و ما داریم در این مسیر و انتخابش کمک می کنیم. ما سنجیده هایی رو به کار گرفتیم و طراحی هایی رو انجام دادیم که طبق اونها امتیاز بدیم، یعنی ما
میخواهیم در این روند ارزیابی ها و پیشنهادات خودمون رو به رئیس جمهور ابلاغ کنیم.